در فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده، این جمله را اگر زیر و زبر آن آشکار نباشد می توانید بخوانید. وقتی به این گونه جملات برمیخورید از خط کنونی فارسی عاصی نمی شوید. مشکلات این خط به همین خلاصه نمی شود. چند وقت پیش کسی در اینترنت نوشت روزنامه شهرمون رسم الخط جدیدی ابداع کرده و توی نشریه دانشجوییمون تنوین ها همه تبدیل به نون شدن، همه چیز سلیقه‌ای شده. ناگفته پیداست که ابداعات جدید و اعمال سلیقه در نوشتار ناشی از نارضایتی از خط کنونی فارسی است. آیا این نارضایتی نباید ما را به سوی خط جدیدی هدایت کند؟ این خط را کی پذیرفتیم؟ و آیا با جهان کنونی و تکنولوژی های معاصر سازگار است؟ ولی با خط جدید مشکلات ما حل می شود؟ ملت هایی که خط هایی به مراتب پیچیده تر دارند چه کردند؟ با اون ساختند، اون را اصلاح کردند یا اون را کنار گذاشتند؟ آیا در تصمیم اونها صرف دشوار بودن خط اهمیت داشته یا عوامل فرهنگی و تاریخی هم در این میان نقش بازی کرده؟ آیا با تغییر خط میتوان کماکان از گنجینه ادب فارسی به راحتی استفاده کرد؟ ولی با همین خطی که داریم چقدر از این گنجینه بهره میگیریم؟ ما اصولا این گنجینه چقدر با خط موجود راحت خوان است؟ نگارش کنونی چقدر در صولت ورد و دولت ورد یاری من میکند؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. محمود فلکی نویسنده. آقای فلکی برای آموزش زبان فارسی در آلمان دو جلد کتاب به همراهی یکی از همکاران آلمانیش تهیه کرده که در اون برای آموزش زبان فارسی از خط رومیانی یا به اصطلاح رایج خط لاتین استفاده کرده. خواهیم پرسید چرا. و آقای آشوری، داریوش آشوری نویسنده و زبانشناس که سالیان ساله برای اصلاح خط کنونی داره فعالیت میکنه. مخاطبان اونها توبا زکیپور، دانش آموخته علوم اجتماعی، و محمد صفریان، روزنامه‌نگار و تهیه کننده تلویزیونی. خیلی خوش آمدید. آقای فلکی، به ما بگید چرا به نظرتون رسید که برای آموزش زبان فارسی باید این خط کنونی رو کنار بگذارید؟ در واقع این بر اثر یک تجربه بود که من داشتم در آلمان و وقتی که حدود 17-18 سال پیش شروع کردم به تدریس زبان فارسی برای آلمانی زبانها، متوجه شدم که با این خط بسیار دشوار هست که راحت این زبان رو منتقل بکنیم به کسانی که کاملا بیگانه هستن با این زبان. چونکه زبان فارسی برای خودش در نهادش مشکل نیست، مثل زبان آلمانی به عنوان مثال، ولی وقتی خط فارسی یا عربی وارد میشه اون وقت دوچار مشکلاتی خواهد شد که چند مورد رو خیلی کوتاه میگم. یکی همین موردی که شما الان خوندید، زیر و زبر رو که اعلام کردین، این مهمترین مسئله است که یک واژه رو میشه شاید 10، 20 یا 100 شکل خوند و این برای یک نفر که با واژه ها آشنا نیست گاهی ناممکن هست. نکته دیگر، ما در زبان عربی گاهی هست که صداهایی که هم خانواده هستن ولی متفاوت با هم دیگه آواهای متفاوتی دارن. به عنوان مثال ما باغ رو و اتاق رو هر دو با یک تلفظ میگیم، یعنی در واقع هر دو ما انصدادی هست که مخرج اون میره به کام، انتهای کام، در حالی که غین در واقع انقباضی حلقی هست، یعنی از حلق بیان. ما این نداریم در زبان فارسی. این رو در مورد ذات و از خط عربی گرفتیم. از خط عربی، بله. این صداش نداریم، فقط خطش گرفتیم، یعنی حروفش گرفتیم. و البته وقتی میگیم خط عربی، این واقعا خط عربی نیست دیگه، برای اینکه قبلا بوده. این شکلی از خط آرامی است دیگه، بله. درست میگم؟ تحول خط که اگر بخوایم بگیم به خط آرامی هست، خب به اصطلاح خط بگیم سامی هست، خطهای سامی با هم دیگه در
بر هم آمیخته شدن و یه خط معینی که امروز ما عربی میگیم ساخته شده. درست است، چون که به هر حال ما در ایران هم از خط آرامی استفاده شده در زمان هخامنشیان، ساسانیان و غیره، ولی به هر حال هر اسمی که ما بذاریم فرقی نمیکنه. ما روی مشکلات صحبت میکنیم که دو مورد هست، و مورد دیگه ای هم که شما فرض کنید بین صفت موصوف وقتی که هیچ حرف اضافه نشانه ای نباشه، خب خوندنش دشوار هست دیگه. کتاب من بچه تو هست، این اضافه ها گاهی خوندن رو بسیار دشوار. ولی آیا صرف دشواری یک خط باید باعث شه کنار بگذاریمش؟ ببینید، دشواری خط کنار گذاشتنش من فکر کنم به این خاطر باید باشه که نه تنها دشواری، بلکه باید توجه داشته باشیم زبان آموزی جدا از خط آموزی نیست. منتها اشتباهی که همیشه به نظر من در اینجا اتفاق میفته اینی که زبان رو با خط اشتباه میگیرن. وقتی که گفته میشه که این خط باید تغییر بکنه، فکر میکنن زبان باید تغییر بکنه، در حالی که زبان چیزی است ماندگار درونی، خط قرار داده. ما میتونستیم این خط رو از چینی بگیریم، از نمیدونم ژاپنی بگیریم و غیره. و علت به نظر من تغییر تجربه‌ای که خودم کردم، به اصطلاح بگیم حالا دانشجوها یا فارسی آموزندگانی که به اصطلاح من تدریس کردم و دیگران هم تدریس کردن، کتاب جاهای دیگه هم تدریس میشه، اونا متوجه شدن که اون زبان آموز در کوتاه مدت میتونه فارسی رو بیاموزه، در همون روز اول میتونه شروع بکنه به صحبت کردن، در حالی که با این خط همیشه در با مشکلات مواجه است. با خط کنونی که هست هیچ وقت نمیتونه رهایی داشته باشه از این مشکلات. آقای آشوری، خلاصه کلام آقای فلکی رو شاید به شکلی در حرف میرزا فتحعلی آخوندزاده در دوره مشروعیت دید، گفت شما باید خط رو بخونید که زبان رو بفهمید، ولی خط فارسی اینقدر سخته که باید خط رو اول بفهمید، کلی کلنجار برید باش تا بعد برسید به زبان. یعنی انگار این خط یک سدیه. ولی شما فکر میکنید نباید این رو عوض کرد؟ چرا؟ ببینید، اول خب با مسائل بسیاری آمیخته است، همونطور که خود شما اشاره کردید، مسائل فرهنگ و تاریخ و عادات زبانی و همه این حرفا مطرحه. اولا فعلا بقصد مسئله تغییر خط جز پروژه مطرحی نیست، و اگرم قرار باشه بشه باید از طریق دولت و نظام آموزشی بشه، مثل کاری که در ترکیه شد. ولی من گمان نمی‌کنم ترکیه اگر امروز می‌خواست که این کار بکنه این کار ممکن بود. همچنان که دیگه اگر زمان رضا شاه هم با خب روی تقلید از پروژه آتاتورکی مثلا با زور دیکتاتوری این کار شده بود، خب شاید هم ایران هم مثل ترکیه شده بود، مثلا خط ما دیگه حل شده بود یک بار برای همیشه. ولی یعنی مشکل شما عملی نبودن اینه؟ آره، یه جنبش عملی نبودنشه. و مثل هم کاری که برای خب چینی ها و ژاپنی ها با خط ایدئوگرافی دیگه، و شما برای اینکه زبان خط چینی رو یاد بگیرید، یا من اصطلاح بهتری دارم برای خط، زبان نگاره چینی، شما باید حداقل 500 تا ایدئوگرام رو یا ایده نگار رو یاد بگیرید، و اگر بخواید که باسواد باشید تا 40,000 ایده نگار رو بایستی یاد بگیرید تا چینی باسوادی باشید و بتونید درست بنویسید. فهمید چینی ها میدید بیشتر چون عینکیان، برای اینکه بیشتر بذارید بخاطر این خطشون رو. یعنی معتقدید اونها اگر عوض نکردند، علیرغم اینکه زبانشون پیچیده‌تر هم هست و سخت‌تر هم هست، ما هم نباید عوض کنیم، باید کنار بیایم؟ نه، زبانشون زبان اونها پیچیده‌تر مشکل‌تر نیست، اون زبان به حساب مونوسیلابی که تک هجایی بیشتر لغاتشون، خیلی مشکلات نحوی ندارن. خب ولی خب خطشون یه سنتیه که این سنت حتی با اینکه انقلاب عظیم اتفاق افتاد، انقلاب ماویی و همه زیر و زبر شد عالم چینی، ولی این خط رو نگه داشتن. و من گمان می‌کنم برای اینکه اینا بتونن مثلا این مفاهیم جدید رو، کلمات جدید و نام‌های جدید رو به خطشون بنویسن، حتما یه ایدئوگرام‌های تازه اضافه کردن به خطشون. ما هم در فارسی تا اونجایی که میشه برای فقط ببینید جنبه به اصطلاح فونکسیونال کارکردی خط رو نگاه بکنیم، تا اونجایی که میشه برای آدمای باسواد در سطح بالا میشه اصلاحاتی کرد که این همه داره ترجمه میشه، این متن‌های فلسفی و علوم انسانی فلان به فارسی، و این خب کمبودهای نحوی این خط. حالا ما مشکلی از لحاظ چیز نداریم، به اصطلاح غیر نحوی قضیه در سطح تک کلمه مشکل نداریم در خوندن، مشکل ما در ساحت نحویه بیشتر برای آدم‌های باسواد.
که شما براش پیشنهادی دارید؟ خیلی کوتاه. بله کوتاه بیان بکنم. آقای آشوری گفتن که عملی نیست و درست هم است که عملی نیست، ولی عملی نبودن یک پروژه به معنای نادرست بودن یک پروژه نیست. مقصود من نیست که نادرسته، مقصود من که حالا به حال آره من یه وقتی برای اون کار ندارم که بخوام بذارم. شما که نه، ولی کلا منظورم اینه که بسیاری از پروژه ها ممکنه درست باشه ولی پذیرفته نشه، چون که بر اساس عادت ها که در طول قرن ها در وجود آدم مونده به راحتی نمیشه کنده بشه. ولی من مطمئنم بعضی سوال ها راجع به همین عملی بودن یا نبودن این حرکت خواهد بود. اجازه بدید ببینیم خانم زکی پور سوالشون چیه. اتفاقا من سوالم الان در مورد درست یا نادرست بودن این پروژه هستش. میخوام بدونم که آیا همه راه ها رفته شده، مثلا تجربه ترکیه و تاجیکستان به طور کامل در موردش تحقیق شده و بعد به این نتیجه رسیده شده که حالا ما هیچ راه حل دیگه ای نداریم جز اینکه بخوایم خط رو عوض بکنیم؟ دلیلم هم این هست که هرچی که زبانی ریشه در تاریخ کهن و تمدن باستانی داشته باشه فاصلش بین خط بیشتره و اصولا یکی کردن خط و زبان خیلی کار راحتی نیست. کاری که اهل فن میتونن بکنن اینه که این فاصله رو هی کم و کمترش بکنن تا اینکه بخوان یک دفعه خط رو بذارن کنار، به خاطر اینکه گذاشتن کنار گذاشتن خط یک ملت رو دچار یک فقدان فرهنگی و از خود بیگانگی میکنه به نظر من. و من فکر میکنم که اگه راهکارهای عملی و درست تو سطوح مختلف آموزشی ارائه بشه و به طور جدی دنبال بشه، شاید تا یه حدی بتونیم فاصله بین خط و زبان رو کم بکنیم و این خطر رو نکنیم که بتونیم ارتباط بین نسل‌های آینده‌مون رو با گذشته‌شون، با تاریخشون، فرهنگشون قطع بکنیم. نکته‌ای که در رابطه با این نکته گفتید که راهکار درست یا راهکارها انجام شده، به یه تجاربی رسیده شده. ببینید در مورد تغییر خط فارسی، من اولین آدمی نیستم که این حرف رو بزنم. از زمان نفیسی، سعید نفیسی پیشنهاد داده بود، کسروی حتی این پیش از اون در دوره مشروطه، دوره مشروطه به این فکر رسیده بودند. خب عملا امکان پذیر نبود در اون موقع، الان هم عملی نیست میدونم. و حدود 30 سال پیش آقای نوری‌علا هم این کارو کردن، خطی هم به نام پرسیک پیشنهاد دادن، کارهایی که دیگران کردن ولی پیگیری نشد. و به این معنا نیست که حالا یک سازمانی بوده و پیگیری کرده، تجربه کرده و بعد آمده حالا این پیشنهاد رو داده. من بر اساس تجربه شخصی خودم دارم صحبت میکنم، بر همون اساس متوجه شدم که به این ترتیب من میتونم راحت تر فارسی رو بیاموزنم و اونا راحت تر بیاموزن و متون ادبی رو هم به همون خط خیلی راحت تر بیاموزن، در حالی که همون متن ادبی رو به فارسی یا عربی یا هر خطی که اسمشو میذاریم مشکل میتونم بخونه. این تجربه شخصی. اجازه بدید پرسش دوم شما رو هم پاسخ بدم که در رابطه با اینکه بیگانه نکنیم از طریق تغییر خط مردم ما رو از فرهنگ گذشته و یا نسل‌های آینده رو با نسل‌های پیشین بیگانه نکنیم. این اشتباهی که از این پرسش برمیاد اشتباهی است که خط رو با زبان یگانه می‌گیرن یا فرهنگ رو با خط یگانه می‌گیرن، در حالی که اینها دو تا مقوله کاملا جداگانه است. شما ببینید ما در فرهنگ پیش از اسلام از خط آرامی استفاده کردیم، تغییراتی درش داده شده در زمان هخامنشیان، بعد ساسانیان بیشتر و متون خودشون نوشتن. اونها هم در واقع وقتی که مثلا اعراب آمدن و خط عربی مسلط شد، بنابراین خب اون فرهنگ نه به خاطر اینکه خطش عوض شده از بین رفته یا اینکه دور شده، بلکه به خاطر فرهنگ تازه‌ای آمده که فرهنگ اسلامی است. این رو ما جدا باید بکنیم، فرهنگ تازه‌ای که میاد که با گذشته متفاوت است. دور شدن از فرهنگ گذشته ناشی از آمدن فرهنگ تازه است. این یک سوی قضیه. قضیه دوم این است که زبان یک پدیده‌ای هست که در طول هزاران سال در درون یک ملتی جا گرفته، در حالی که خطی قرارداد شما تصمیم میگیرید، تصمیم گرفته شده از سوی نیاکان ما که این خط یا تحمیل شده به هر شکلی این خط رو برای این منظور پیاده بکنیم. اگر امروز به جای این فرض کنیم، این امکان پذیر باشه که من فکر می‌کنم همونطور که آقای آشوری هم گفتن عملی نیست، فرض کنیم اگر چنین مورد پیش بیاد واقعا یک سازمان مهمی باشه که دستور بده و باید هم از بچه‌ها شروع بشه و نسل‌ها باید شاید بگذره که بتونه که به نتیجه‌ای برسه. اگر چنین چیزی پیش بیاد من فکر می‌کنم که در مجموع
نه تنها به ضرر فرهنگ و ادبیات ما بیگانگی شما مطرح کردیم نیست، بلکه میتونه همون روند به نوعی ادامه پیدا کنه. یعنی معتقد دارید فلکی معتقدید که با خط مثلا به اصطلاح زبانشناسا رومیانی یا لاتین به گفته شما با اون خط به راحتی میشه بله ترانسکریپسیون اون خط راحت تر هم حتی میشه مثلا سعدی، حافظ، نظامی و شاعران دیگر خیلی بخون. راحت تر میشه الان همون متنی که شما خوندید نه تنها زیر و زبر و فلان حرف اضافه و چیزهای دیگه‌ای که به هر حال یک زبان نیازمند هست، مثلا هنوز که هنوز تغییراتی که در واقع در زبان اتفاق میفته در خط اتفاق نمیفته، چون خط ایستا و محافظه‌کاره، در حالی که زبان روز به روز پیش میره. من متاسفانه میبینم که بعضی از دوستان اهل ادب با تحول زبان حرکت نمی کنن و به خط چسبیدن. مثلا فرض کنیم ما امروز هیچ کدوم از ما در صحبت هامون نمیگیم میگویم، میروم، میگم میرم، میگم، ولی اینو نمی نویسیم اونجوری. اگر هم یکی بنویسه میگن جوان ها دارن زبان ما رو خراب میکنن، تازه زبان رو خراب نمیکنن. البته فکر میکنم نگرانی های آقای آشوری از سنخ دیگه است. ایشون پاسخ خواهند داد. ایشون پاسخ خواهند داد، ولی اجازه بدید ببینیم آقای صفریان سوالشون چیه. بله، من پیشتر از همه همینطور که به آقای آشوری و آقای فلکی فرمودن کاملا موافقم که اصلا نشدنیه، یعنی مخصوصا الان و با استقرار به حال حکومت مذهبی و در واقع عجین بودن این خط با کتاب به حال آسمونی مسلمان ها اصلا شدنی نیستش که ما بخوایم این خط تو الان عوض بکنیم. ولی بحث کاملا یه بحث نظریه و من همیشه یک مثالی که همون با دوستامون میشینیم گپ میزنیم میزنم اینه که خط به هر حال یک وسیله برای ضبط و نگهداری زبون. ما قرار نیست که این آثار رو دور بریزیم یا ازشون دور بشیم، ما اینها رو داریم. من همیشه مثال میزنم که ما یک اثر موسیقیایی داریم، این روی صفحه است. امروز دیگه خب سخته، ما گرامافون نداریم، هیچ کس توی خونش گرامافون نداره، اصلا اگرم داشته باشه خب صفحه خراب میشه، بخوایم اینو بریزیم مثلا رو سی دی حالا چه اتفاقی میفته؟ و بعضی ها میگن نه به این سادگی نیست، بعضی ها خوب قانع میشن. میخواستم نظر شما رو بدونم که در نشدن بودنش هیچ شکی نیست، خصوصا توی این برهه تاریخی که یقینا امکان نداره بشه، ولی در باب یک بحث نظری شما در باب مثالی که من زدم رو موافقید یا نه گمان میبرید که مشکلاتی پیش خواهد؟ تحولات تاریخی فرهنگی که جامعه ایرانی پیدا کرده و به روند مدرنیزه شدن جامعه ایرانی طبیعتاً با اون فرهنگ و اون زبان و اون میراث ادبی هی فاصله بیشتر و بیشتر میشه، نسل پشت نسل. همونطور که اشاره کردم مثلا در مورد مثالی که آقای کریمی زدند، خب اگه ما معنی ربیع رو ندونیم و برد رو ندونیم و ورد رو ندونیم خب درست هم نمیتونیم بخونیم، و کسایی اونو درست میخونن که سواد خوندن اون رو دارن و اون سواد داره میره و جاش سواد دیگری میاد که مال دنیای مدرن و مدل الگوش دیگه، مدل الگوی زبانی ما الان دیگه دست کم 150 سال دیگه زبان عربی نیست و وامگیری از عربی نیست، بلکه از اول از فرانسه و بعد انگلیسی و مقداری از روسی و زبانهای دیگه مثلا مدرن ما وامگیری کردیم و تو این عالم وارد شدیم و میخوایم با زبان این عالم حرف بزنیم. در نتیجه خود به خود شکاف و بیگانگی زبانی پیش میاد و اونا میشن میراث ادبی و تاریخی این زبان که کسانی که سواد خوندن اونها رو پیدا بکنن و برن و علاقمند باشن میتونن برن بخونن و الا بقیه نمیتونن دیگه، و این شکاف تاریخی جبریه، هیچ به اصطلاح کاریش نمیشه کرد. کسی که میخواد بره فیزیک و شیمی بخونه و بیولوژی بخونه و پزشک بشه و مهندس بشه دیگه، اگر که نه معنی ربیع و برد و ورد و ندونه ایرادی بهش وارد نیست، مگر اینکه خب علاقه خاصی اونم اون دکتر مهندس هم بکشه به اینکه معنی اینا رو بدونه، معنی اینا رو بخونه. آقای آشوری، این شکاف تاریخی فقط منحصر به تحصیل کرده ها و به گفته شما نخبه های سطح بالا نیست. یکی از زبانشناس هایی که از عوض کردن خط در ایران دفاع میکنه، آقای کوروش صفوی، یه مثال خوبی میزنه. میگه که الان به جوان ها در ایران اگر نگاه کنید ممکنه در طول روز 5 خط فارسی ننویسن، ولی شاید 200-300 خط بنویسن، 200-300 سطر منظورش است، بنویسن به خط لاتین توی پیامک ها، توی ایمیل ها. این داره پیش میره و یک خط جدید داره ساخته میشه. ایشون معتقده چرا نیاییم این
مسیر رو هدایت کنیم، این رو تا حدی تنظیم کنیم. چه کاری نباید کرد؟ خط لاتینی اللحاظ فونکسیونل کار کردی خب خیلی خط کارآمدی است و شما هم همه جور میتونید به حال در این حال درش تصرف هم بکنید، ولی خب ولی همین زبون های اروپایی هم خطشون وقتی از دوره رنسانس به این طرف مثلا فرانسه، انگلیسی، آلمان، فرانسوی که فرانسوی یا این اکسان ها رو اضافه کردن یا املای بعضی تغییر کلمات رو تغییر دادن. آلمان ها املات گذاشتن براش. انگلیسی، زبان انگلیسی همچنین مثلا شما نگاه کنید با متنای کنونی، متن از قرن مثلا 17 هم به این طرف و با قرن 15 هم 16 هم تغییرات خیلی زیادی کرده و اینا ضرورت های دنیای مدرن بوده، ولی اصل قضیه طبیعتا ثابت مونده که همون خط رومیانی یا خط لاتینی باشه. من اگه اجازه داشته باشم می‌خواستم بگم این، من حرفم رو تموم کنم ولی معذرت می‌خوام، ولی در مورد خط فارسی خب با همه مشکلاتش، ولی این از جنبه استتیک خیلی خط زیباییه چون در واقع یه جور ساختار ارگانیک داره، ساختارش مکانیکی نیست برخلاف خط لاتینی، یک ساختار ارگانیکی داره که این همه امکان استتیک به این خط دیگه. شما معتقد هستید به خط نباید فقط به عنوان یک ابزار نگاه کرد بلکه با فرهنگ و هنر ما آمیخته شده. ببینید نکته، معذرت میخوام، ببینید همین چیزی که آقای آشوری میگن و میگن استتیک زیباست، اینا عادت هاست، عادتی که هر ملتی نسبت به اون چیزی که بخشی از فرهنگش رو می‌سازه، اون خط هم به هر بخشی از فرهنگ و جامعه میشه، تبدیل میشه به امری درونی. عادت زدایی یا کندن از عادت امری بسیار دشوار است. اروپایی‌ها زمانی تونستن به لحاظ اندیشگی رشد کنن، پیشرفت کنن که شروع کردن به عادت زدایی به اینکه از همه اون چیزهایی که در گذشته مانع رشد فکریشون بود زدن بیرون که به جنبه استتیکش هم حتی توجه کنن. چون واقعا وقتی که ما میگیم خط زیباست، برای این خط برای همه ملت‌ها زیبا نیست، برای ما که بهش عادت کردیم شاید زیبا به نظر برسه. این در واقع باز برمیگرده با اون عادت‌ها که کندنش مشکل است. متوجه هستم آقای فلکی، ولی خط یه جنبه هویتی هم داره، یعنی من دوست دارم شعر فارسی رو با خط فارسی بنویسم و اینکه تو این بحث متوجه شدم که گفته شد بچه‌ها از خط فینگلیش استفاده می‌کنن. اتفاقا من متوجه شدم مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی یا حتی این تلفن‌های همراه تو پیامک‌ها اکثرا دوست دارن از خط فارسی استفاده کنن، از فینگلیش استفاده نمیکنن و متوجه شدم خیلی برخورد میکنن کسایی که با فینگلیش مینویسن، میگن فینگلیش ننویسید. بله، چند سال پیش وزارت ارتباطات هم جالبه بدونید که اعلام کرد که نرخش برای پیامک های به خط فارسی متفاوته با پیامک هایی که به فینگلیش یا پنگلیش نوشته میشن. بله، فارسی ارزونتر، برای اینکه تشویق کنن. این یه سوال مهم به دنبال داره که هم آقای آشوری هم آقای فلکی میتونن جواب بدن. آیا واقعا با دستورالعمل و دستورنامه میشه کاری کرد؟ یعنی میشه گفت که بیاید بذارید کنار، یا میشه گفت بیاید این تغییر بسیار بنیادی رو در این خط وارد کنید؟ چنین برخوردی با زبان تا چه حد شدنی بودنش به کنار، تا چه حد کار درستیه؟ ببین من فقط این نکته رو بگم، وقتی که میگیم این پروژه از دیدگاه من یا نوع من درست به نظر میرسه، به این معنا نیست که یک دیکتاتور حالا بالا بیاد بگه از فردا همه باید خط اینجوری لاتین بنویسن. این یه روند بسیار طولانی خواهد بود، چندین نسل به اصطلاح باید بگذره تا به صورت عادت در بیاد. امر عادت مهمترین عادت است. الان که ایشون میگه من شعر دوست دارم به فارسی بخونم، عادته. یک بچه‌ای که با لاتین بزرگ شده، من اونجا تجربه کردم، شعر عین هم شعر خیام ما میدیم بهش میخونه، همون لذت میبره که شما با خط فارسی میبرید، فرقی نمیکنه، اون خط رو نمیبینه. ولی او آلمانی ایرانی نیست. نه، ایرانی هم، بچهای ایرانی هم که اونجا بزرگ شدن، حالا اونها هم شرکت میکنن دیگه، هم دانشجو هم میخوان فارسی یاد بگیرن، فرقی نمیکنه. اونها هم فرقی براشون نمیکنه، یعنی چون با اون خط بزرگ شده، با اون خط بیشتر لذت میبرن، اون یکی براش غریبه است. آقای سفریان، یار نکته جالب میخواستم روی صحبت های شما اومد توی ذهنم، اینو علاوه بر استاتیک بودنش، بعضی از مثلا متون به تصوف ما با این ریخت این لغات آمیخته. مثلا وقتی میگیم یعنی نقطه تو تحت البا، مثلا اینو میخواید چطور ترجمه بکنیم؟
مثلا بگی من قوس بم مثلا تو یعنی از الان در نمیاد در تایید صحبت های شما با اینکه من خودم مخالف یعنی خط نه اینکه بگم مخالف این خطم ولی انقدر سخته و انقدر مشکل داره و انقدر با یه سری چیزهای آمیخته که واقعا آدم احساس میکنه که توی قفس کرده اندیشه ما رو و نمیذاره که راحت نفس بکشیم. ولی میخواستم بگم که علاوه بر زیبایی به یه سری اصلا متون تصوف ما مثلا وقتی که اومده مثلا در شرح نقطه نون یا در مثلا سرکش کاف مثلا کلی حرف زدن مثلا در تصوف، خب اونها هم امکان داره از بین برن وقتی که خط عوض بشه. من فکر نمی کنم، چون مثلا به فرض وقتی که میگه تمام معانی عالم در بسم الله است، تمام معانی بسم الله در به و انا نقطه و تحت الباء، بله با این چیکار میکنید؟ بله ببین من شاید یه مقدار رادیکال باشه، شاید هم به نفع جامعه ما باشه بعضی از این متون رو کم کم فراموش کنیم، برای اینکه بخشی از این متون در باز داشتن رشد اندیشه ایرانی نقش مهمی بازی کرده. سیر طبیعی تاریخ و جامعه راجع به این چیزا تصمیم بگیره، حتی اینکه آقای فلکی به عنوان یک مرد دانشور ایرانی به اینجا رسیدن مال تمام تحولاتی است که چند نسل ما طی کرده تا ما رسیدیم به اینجا و همه فکر میکنم به شکل تصنعی نباید نه همه اینا ببینید الان ما در واقع داریم یه جوری توی کانتکست توی متن یا زیر متن فرهنگ علمی مدرن داریم صحبت میکنیم راجع به زبان. برای سه نسل قبل از ما این مسائل به این صورت اصلا مطرح نبود، اینکه چه جوری سرهم بنویسیم چه جوری جدا بنویسیم، مثلا من مشتعل عشق علی هم چه کنم رو همه رو سرهم با هم می‌نوشتن، دیدید اینا رو مثلا پشت تاکسی ها می‌نوشتن پشت تاکسی و اینکه هر چیزی کجا سرهم بنویسن کجا جدا بنویسن خیلی اختیاری و خودخواسته بود، مثلا را رو سر قبل مثلا وضع کلمات تکسیلابی رو که را مثلا کسیکه رو سرهم می نوشتن دیگه، ولی ما امروز کسیکه رو جدا می نویسیم آن را رو جدا می نویسیم. همه اینا مال این پیدایش نگاه مدرن علمی به زبان، آمدن زبانشناسی مدرن، دستورشناسی مدرن به فضای ما و خب اینها خودش تأثیرات خودش رو میذاره و فکر میکنید نباید به اصطلاح اگر اون اصطلاح مدرنیته آمرانه رو به کار ببریم، فکر میکنید نباید به شکل تصنعی خط رو عوض کرد برای اینکه بخشی از این پیشینه‌ای که به گفته ایشون به گفته آقای فلکی ما رو نگه داشته رو بذاریم کنار؟ این نوعی آمرانه هست وقتی که دیگه به کار نیاد خودش عملا میره کنار. بله همونطور که ربیع و ورد و چیزایی که جناب عالی خوندید رفته، ما دیگه نسل‌های جوان نمی‌شناسن. البته همین که ما در این برنامه این رو خوندیم نشون میده که نرفته و زنده است. بذارید ببینیم آقای فلکی لطفاً، بذارید ببینیم خانم زکی‌پور چه سوالی دارن. سوالم این بود که به هر حال زبان این خط این مشکلات رو داره، تو انگلیسی هم نگاه بکنید از این مشکلات کم نیست. قابلیت نیست. به هر حال یه جوره شاید هم بوده باهاش کنار اومدن. معلومه خب در طول زمان تغییرش شده. خب چرا ما این کار رو تو فارسی نکنیم؟ همونطور که فارسی تونسته در طی هزاران سال به بقای خودش ادامه بده و مثلا چهار حرف پ و ژ و گ رو از که عربی نداشته ولی فارسی لازم داشته. اونم عربی نوشته کردن. مشکل همینه. من فقط میخوام بگم که این مشکلات اونقدر جدی نیست که ما بخوایم این خطر رو بکنیم که خط رو کنار بکشیم، خط رو بذاریم کنار. ببینید الان مسئله فقط منابع تاریخی و فرهنگی نیستن، بسیار از منابع علمی مونم به این خط نوشته شده. خیلی از هنرهای ما مثل هنر مثلا این نگارگری ها، این کاشیکاری ها و این همش بکنید. اگه مثلا بچه من اگه فرض کن میخواد یه 10 سال دیگه بره اونجا، حالا من بچه‌م اینجا بزرگ میشه ولی اگه تو ایران بود باید مثلا یه مترجم با خودش ببره که اینا رو براش بخونه، این چطوری میتونه با این فرهنگ گذشته خودش ارتباط برقرار کنه؟ ببینید نخست این رو بگم، وقتی شما صحبت میکنید از این که به خاطر مشکلاتی که در خط هست، در خط انگلیسی هم هست باهاش کنار میان، اجازه بدید. اصولا خط همونطوری گفتم ایستاست، محافظه کار، تغییر نمیکنه ولی زبان تغییر میکنه. مثلا من فرض کن ما خواهر رو خواهر آ میخونیم ولی واو میبینیم که قبلا خواهر بوده یا خواستن خواستم بوده، الان تو کردی مثلا هست این وی این رو، ولی همون به اون شکل میبینیم. این محافظه کاری زبان خط از یک سو و خط به اصطلاح فارسی عربی از سوی دیگه. ولی آقای فلکی سوال خانم زکی‌پور این است که
این محافظه‌کاری هست، چرا نباید سعی کنیم باش کنار بیایم و یک اصلاحاتی هم البته در کار باشه به جای اینکه عوض کنیم؟ بذارید یه مثالی براتون بزنم از اون نوع اصلاحات رادیکال. من این مثال رو از دکتر دبیر مقدم از اساتید زبانشناسی میارم، توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفته بودن، گفته بودن چرا خط رو کنار بگذاریم، ما میتونیم کارهای اساسی بکنیم. البته این توصیه ایشون نیست، ولی مثال میزنن، میگن در ژاپن مثلا شما در یک جمله کوتاه میتونید تلفیقی از سه تا خط داشته باشید، خط اصلیشون که کانجیه، خط دیگه هیراگانا و اگر اشتباه نکنم خط دیگه کاتاگانا. نه، این سه تا خط به گفته ایشون در یک جمله دیده میشه. این جمله که من اینجا میارم، در شیراز زلزله آمد. این جمله مال موقعی بود که در شیراز زلزله اومده بود، در یکی از روزنامه‌های ژاپن. وقتی این جمله نوشته میشه، زلزله به خط کانجی، خط اصلیشون، در به خط هیراگانا و شیراز چون اسم خاص خط کاتاگانا استفاده شده، ولی خط اصلیشون رو که کانجیه نگه داشتن. یعنی یه پیشنهاد رادیکال رو پذیرفتن. بله، کانجی از چی؟ ولی به هر حال خطیه که گرفتن دیگه، همونجوری که ما به گفته شما از اعراب و البته آرامی گرفتیم این رو. چرا نباید این کارا رو کرد که اون هسته اصلی خط رو نگه داریم ولی در این حال کارآمدش کنیم؟ ببینید، من نمیدونم آیا این خط اصلا اصلاح پذیر هست یا نه. شما فرض کنید ما 4 تا ز داریم، یعنی صدای حروف مختلف با یه صدا، با یه آوا، حالا ز میگیم، زاد میگیم، زال میگیم، همه این، ولی همه یه ز دیگه. تو عربی این صداها آواها هست ولی ما نداریم. این چجوری میخواین اصلاح کنیم؟ من نمیدونم، اونایی که اهلشن حتما میدونن چجوری اصلاح میکنید. درسته، نه این سوال مهمیه. من فکر میکنم یه مقداری خودش علین روند زبان فارسی از حدود 150 سال پیش به این طرف با چرخش تاریخی زبان فارسی از مقابل زبان عربی که 1000 و چند صد سال مقابل اون بود و دائم وامگیری از بی‌نهایت از عربی، حال ما چرخیدیم مقابل زبان فرانسه و زبان فرانسه مدل شد و ما رفتیم به طرف مدرنیزاسیون فکری، زبانی، هم عملی، همه چیز. و رفته رفته این واژه‌های عربی که این جور حروف رو دارن تو فارسی کم شدن و کمتر میشن. مثلا خود من در نوشتنم اینجور چیزها رو بخصوص واژه های دیگه خیلی الان بسیارشون مغلق شدن و به کار نمیرن. من فکر میکنم خود سیر زبان یه مقدار اینا رو کم میکنه و کلمات فارسی وقتی که به کار میرن با حروف فارسی و تعدادشون زیاد میشه، اونایی که از زبان در واقع خارج شده بودن از زبان نوشتار برمیگردن، کاری که در طول این 100 سال اخیر کردیم و در طول این 30-40 سال اخیر اتفاقا شتاب گرفته، یه مقدار از بار اینها کم میکنه. مثلا لغت لذیذ لغتیه که ما خیلی استفادهش میکنیم، نظم هم لغتیه که خیلی استفادهش میکنیم، مریض هم لغتیه که خیلی استفادهش میکنیم و اینا رو کارش نمیشه. و مثلا به زینب هم که میگیم خب زینب مثلا، و اینو نمیشه کارش کرد. و اگر ما قرار باشه جای همه اینها یک دونه ز... یعنی اگه بخوایم راه حل ارائه بدیم یک دونه ز بذاریم، اینا از معنی خارج میشن. یعنی اون صرف اصلی، مخصوصا اونایی که فعل ریشه فعلی دارن و اسم نیستن، صرف اصلی زبان عربی، اینا انقدر زیادن این لغات در زبان ما که به این راحتی نمیشه بگیم که اینا آسیاب میشن و مثلا تا به 10 سال بعد، تا 20 سال بعد، تا 30 سال بعد از بین خواهد، تا 50. نه، مقصود این نبود که از بین میرن یا کمتر میشن. مثلا ما وقتی مستحضر و استهزار و اینا رو دیگه به کار نمیبریم و صدها لغت از این مایه رو به کار نمیبریم، یه جوری از بار اینها کم میشه. شوری، ولی آقای سفیان میگه درسته استهزار رو شما به کار نمیبرید، ولی مریض رو چه کار میکنید؟ نظم رو که نمیتونیم از بین ببرید. دقیقاً یه سری نه، مسئله مسئله قطعی رادیکال من براش ندارم، ولی میگم که یه مثلا این فقط همین تنوین که شما مثلا اشاره کردید، من راجبش خودم یه مقاله هم نوشتم که ما بریم از معنی زبان فارسی قاعده های قید سازی خودش رو داره. ما وقتی به قاعده فارسی قید سازی کنیم خود به خود تنوین ها میرن. آیا با این پیشنهاد رادیکال موافق هستید که ما یکی دو تا خط دیگه هم داشته باشیم برای متون خاصی، مثل متون علمی، مثل نمیدونم پیامک ها، و
ولی این خط اصلی رو هم نگه داریم و گاه اینا رو تلفیق کنیم. مثالی که زدم ژاپنی، خب مثال های دیگه هم هست و بعضی هم میگن ما باید برگردیم به دوران ساسانیان. خاطرمون بیاد که در دوران ساسانی ها چندین خط داشتیم. آیا چنین کاری مشکل رو حل میکنه؟ من حتی راجع به این قضیه هم فکر کردم که حتی هیچ اشکالی هم نمیبینم در اساس به طور منطقی که مثلا دو تا نظام خط وجود داشته باشه برای متون مختلف و حسب نیازی که داریم. کما اینکه رفته رفته داره چنین میشه، بدون هیچ جار و جنجال و بدون هیچ مبارزه و بدون هیچ حرف عجیب و غریبی به هر نسل جدید بل دارن. از سیستم های خطای قدیمی که خیلی پیچیده بودن مثل هیروگلیف مصری، اینا هم یک به صورت کاربرد های خیلی سطح بالای دبیرانه و منشیانه داشتن و یک گویا و یه نوع انواع خطایی که خیلی ساده تر گویا مثلا عامه فهم تر بوده براشون. و این رو خب مثلا در حوزه کار ما هم میشه تجربه کرد. اینو که شما میگین خطای مختلف، ابن مقفع هست که در همون کتابش می‌نویسه میگه 7 تا خط داشتن در این دوره. بله. و خط به اصطلاح دینی بوده، همون دین دبیری یا دو پیر رو برای نوشتن اوستا استفاده کرده. اصلش دو پیوریه بوده که تغییراتی کرده که از خود دو پی معنای خط هستن. بله. خط نویسی هست. ولی اونها برای موضوعات مختلف در واقع خطهای مختلف داشتن. من فکر نمی‌کنم حالا مثلا 100 تا موضوع داریم 100 تا خط براش ایجاد کنیم. یکم غیر منطقی است. البته یکی از دلیلی که گفته میشه غیر منطقیه اینه که مثلا در ژاپن که الان 3 تا خط تلفیق میشه، کانجی و 2 تا خط دیگر رو اینجا در این مثال خیلی مشخص در این جمله کوتاه گفتیم دیگه، این باعث میشه که آموختن چندین خط دشوار بشه دیگه. میگن در ژاپن 12-13 سال بچه‌ها و نوجوان‌ها فقط باید خط یاد بگیرن دیگه. اینم مسئله دیگه، اگر این خط دشواره یاد گرفتن چندین خط هم دشوار خواهد بود. پیشنهاد من در واقع این است. البته دوستان گفتن که عملی نیست و ما در واقع یه نظری رو داریم ارائه میدیم. بی معنا نیست که فردا این مسئله به مرحله اجرا در بیاد و امکان پذیر نیست. ولی به هر حال همیشه نظریات هست که یه زمانی مطرح میشه، شاید در زمانهای دورتر به اجرا برسه یا نرسه یا همیشه برای همیشه از بین بره. من فکر میکنم که خط اصلی رو میشه با همین حالا لاتین یا هر اسمی که میخوام بذارین یا همون پرسیکی که آقای نوری علا گذاشت، این رو میشه ارائه داد. چون که همین خطی که معلوم کتابی که نوشتیم ارائه میشه، ما برای همه صداها فقط یک حرف داریم. مثل انگلیسی نیست مثلا H S H یا C H، فقط یک حرف داریم. خیلی راحت تر خوندنش. این به اصطلاح اگر به عنوان پیشنهاد خط اصلی باشه، ولی در ضمن در کنارش این خطی که امروز خط فارسی عربی هست در مدارس، مثل قدیما که ما در این حال که فارسی میخوندیم کلاس درس های قرآن هم داشتیم میخوندیم، اونم تدریس بشه. بله. به طور کلی من فکر میکنم اگه ما این خط رو به بچه ها از بچگی یاد بدیم تو مدرسه یاد میگیرن، مثل انگلیسی. ما به عنوان کسایی که انگلیسی رو به عنوان زبون دوم یاد میگرفتیم، برای ما هم سخت بود که بخوایم املای خط انگلیسی رو و دستور زبانش رو یاد بگیریم. و هر وقت از یه انگلیسی میپرسیدیم که چرا اینجا اینطوری شد، میگفت نپرسین، یادش بگیرین. خب چرا ما این کار رو تو فارسی انجام ندیم؟ یک بار صحبت کردیم، قابل قیاس نیست بازم. یعنی اون چیزی که در انگلیسی مشکلاتی که ایجاد میکنه با فارسی، خط فارسی یا خط عربی اصلا قیاس پذیر نیست. برای این گفتم تو انگلیسی ما برای آواهای مثلا صدادار، مثلا اون واکه ها مثلا اصطلاح به کار میبرن، مصوت ها حرف داریم در واقع، آ ای او، یعنی نوشته میشه. ولی تو این یکی از مشکلات اساسی است. دوم، ولی خب مشکل رو حل نمیکنه، ولی فاصله رو خیلی حل میکنه. خیلی حل میکنه. آقای فلکی، یکی از ادیبانی که راجع به این حرف زده آقای ابوالحسن نجفیه. نظر ایشون نظریه که خیلیا بهش پایبندن و در این برنامه تا حالا تر نشده. یعنی به جای اصلاح خط فارسی، به جای کنار گذاشتن خط فارسی، نظر سومی هم هست که خیلی بهش معتقدن، از جمله آقای نجفی، میگه این خط رو به همین شکل نگه داریم. یکی از دلایلی که میاره اینه که شما کلمه رو زبان هم همین نظر رو دارن. بله، میگه کلمه رو شما
با قطعاتش که نمیخونید، شما به شکل یک بسته این رو میخونید، به عبارتی تصویری میخونیدش. اگر چنین باشه دیگه مثلا کلمه خواهش رو نمیاد فکر کنید این واو این وسط چیه، و میگه به همین دلیل ما بهش عادت میکنیم و به گفته خانم زکی پور به بچه میگیم اینو یاد بگیر دیگه، این یه قرارداده. در این صورت چرا باید تغییرش داد؟ به نظر مشکل آقای نجفی این هست که نمیتونه تحولات جدید رو بپذیره و بر اساس اون تغییرات رو بپذیره. شما وقتی که بر این باور باشید که زبان امری تغییرپذیر هست، بنابراین به این اندیشه باید برسید بر اساس تغییر زبان خط هم برای راحت خوانی هم باید تغییر بکنید، چیزی که در تمام طول تاریخ اتفاق افتاده. اول خط هیروگلیف بود، خب سخت بود خونده، با شک میکشیدن، بعد حالت صدا داشت، یه بسته صدا بود که بازم سخت بود. بعض خطهایی که آمدن آرامی ابتدا همین مثلا واکه ها رو مصوت ها رو نداشت، بعد تو ایران آمد اینا مصوت ها رو بهش اضافه کرده، خب خط هیچ راحت تر شد تا به امروز به دست ما رسیده. اینه که به نظر من آقای نجفی یه مقدار هنوز در گذشته باقی موندن و به این نتیجه نرسیدن که باید تغییر زبان باعث میشه که خط هم دست کم اصلاح بپذیره. حالا اگر نهایتاً تغییر خط یونانی هم چیز نداشت، مصوتا توش نبودن، بعدها گویا در اسکندریه اینا رو اضافه کردن، وقتی دیگه غیر یونانی ها میخواستن که این زبان رو بیاموزن و مشکل بود براشون، چون پایه همه اینها اون خط فنیقیه که بله. خط سامیه و حالا اگر همین پیشنهاد شما که در مورد خط یونانی به کار رفت رو بخوایم در فارسی به کار ببریم، باید زیر و زبرها رو بگذاریم که مثبت ها رو نشون بدن. چه این چیزی ممکنه آقای آشوری؟ ممکنه تا یه زمانی، مثلا ما اگر میون کلامتون کاف ر میم رو داریم، مشخص باشه این کرمه، این کرمه، این کرم هست، این بله، و این رو با زیر و زبر نشون بدن. آیا این مقدور یا نه، پیچیده میکنه، شلوغ میکنه خط رو؟ بله، من تا یه زمانی که به این مسائل خط و زبان زیاد میپرداختم، مال احتمال 20 سال پیش این قضایا، به این مسائل فکر کردم. یه راه‌حلی هم به نظرم رسیده بود که چجوری علائمی میشه تو همین خط اضافه خوب. کرد که بعد این رو به دوستم آقای دکتر موحد که نشون دادن، گفت اگه اینو منتشر کنی میریزن سرت کتک حسابی میخوری، بنابراین منصرف شو. من به حال اونو منتشر نکردم، ولی به حال یه ایده میشه روش فکر کرد. یعنی یه پیشنهادی که امکان داره به طور محدود به حال میشه این کارو کرد. حالا می‌خواستم بگم که در واقع سوال شما اینطور نیستش که فارسی مثل انگلیسی مثلا باشه یا چند تا دونه استثنا داشته باشه، و خیلی از زبان‌های دیگه مثلا مثل ایتالیایی هستن که عیناً همونی که گفته میشه نوشته میشه، و این آلمانی هم همینطوره. آلمانی مثلا و این واقعا بسیار معجزه است و بسیار لذت بخش میکنه که تو این، یعنی وقتی که مثلا میتونی یه لغت رو از روش درست بخونی و این کمک، همونطور که شما اول کلامتون هم فرمودید که این باید سوادشو داشته باشی، مثلا بدونی ربی یعنی چی تا بتونی بخونی، ولی وقتی که میتونی درست بخونی یه دریچه به سمت وارد شدن به معنیش، تا به نظر من، یعنی اگر که پیشتر از همه ما نتونیم صورت درست کلمه رو بخونیم، در بسته است، یعنی ما اصلا نمیتونیم وارد معنیش بشیم. و این که شما میفرمایید این یک قرار داده و بعد حالا آموختش و کارش نمیشه کرد، این اشکالات زبان فارسی اصلا قابل مقایسه نیست مثلا با زبان انگلیسی. اگر اینجا مثلا تی او آی و او رو میگن شن، یا حالا چند تا استثناء دیگه مثلا تی او اچ رو میگن سه، مثلا قید 5 تا 10 تا 20 تا دونه استثناست و تموم میشه، ولی زبان فارسی مثلا کاش که فقط زیر و زبر بود. مختصات خط خوب به نظر شما چیه آقای فلکی؟ من بر اساس باز تجربه خودم و کتابی که نوشتیم میتونم بگم در واقع پایه حروفی که ما انتخاب کردیم و اون خطی که ما انتخاب کردیم، نه اینکه سر خود چیزی رو اختراع کرده باشیم، بلکه بر پایه یک پیشنهاد آوانگاری بین المللی هست که در ایران شناسی یا شرق شناسی در واقع این روش رو به کار میبرن. بله. منتها من در واقع بعض چند مورد رو که به فارسی در واقع بیشتر همخوانی داشت تغییرات کوچیکی دادم، ولی اساس یک پایه آوانگاری بین‌المللی هست، به اصطلاح ترانسکریپسیون در مجموع.
منتها و خوبی این خط یا حروف در واقع این هست. قبل از اینکه راجع به این مثال صحبت کنید، شما به ما بگید که مختصات یه خط خوب چیه که بعد راجع به اینکه فارسی چقدرشو داره چقدرشو نداره صحبت کنید. به تصور من مختصات یه خط خوب اینه که برای هر آوا یا واج به قول بعضی ها یک حرف داشته باشه، یه نشانه داشته باشه. مثلا انگلیسی CH یا فلان باشه. دوم اینکه تمام واکه ها به اصطلاح صداها، آواها، ا، چه کوتاه چه بلند، چه بعضیا میگن دراز مثل ای، می، همه اینها رو بتونه در خودش داشته باشه. و سوم اینکه همون گونه که شما گفتید در ایتالیایی، آلمانی، همون گونه نوشته بشه، خونده بشه. بسیار خب، همه اینها خلاصه میشه در آخری شاید آقای فلکی. زبان ما وقتی خط خوب داره که اون چیزی که می نویسیم رو بخونیم. خب آقای آشوری، شما قبول دارید که چنین چیزی معیار خط خوبه؟ بله، بدون شک. خب بحث زبان نگاره به نظر من باز کلمه بهترش رو به کار ببرم، با آواشناسی کاملا مرتبطه دیگه. اینکه آواها چه مصوت‌ها چه صامت‌ها همه نوشته بشن، این خط آرمانیه. ولی خب کم و بیش خط آرمانی نداریم و حتی ایتالیایی و آلمانی اینها هم گمان 100% تطابق مخصوص وقتی میریم به حوزه دیالکتاز و اینا، طبیعتاً یه جایی مثلا به مثلا با لهجه اصفهانی فارسی حرف بزنید یا با لهجه خوران رسمی در واقع بیشتر منظور. خب بله، با زبان رسمی این تطابق باید 100%، ولی در عمل این تطابق وجود نداره به خاطر وجود خود لهجه ها، به خاطر وجود حتی طبقات اجتماعی که با دیالکت های مختلف حرف میزنن. شما زبان لاتا رو بگید با زبان اساتید دانشگاه، با زبان بازاریا، با زبان فلان، حتی تحولات تغییرات آوایی میبینید در اینها، که اون نوع تطابق 100% آرمانی تقریبا وجود نداره، مگر فقط در یه اشل دانشگاهی خیلی سطح بالای علمی برای خیلی حرفه‌ای. من فقط یه نکته دارم، شما اون چیزی رو میگیم باز زبان هست، ربطی به خط نداره. خب نه، مثلا آواشناسی الان به حال تطبیق آوا با نشانه نوشتاری، من منظورم اینه که اون زبانی که عامیانه است، حالا یه آدم بگم یه کارگر صحبت میکنه عامیانه صحبت، اون هم میشه با این خط نوشت. یعنی خود خط اینجا امری نیست که نتونه اون خط رو منتقل بکنه. اگه خط دقیق باشه همه این گویش ها رو، همه این چیزا رو، به نظر شما خط خوب خطی که این گویش های همه رو میتونه میشه لازم آواشناسی یا زبانشناسی این کارو کرد، ولی به هر حال همیشه یه خط رسمی هست که مال جنبش رسمی زبانه که اون عامه که نوشته روزنامه با اون نوشته میشه. آیا منظور شما آقای آشوری اینه که هر چقدر هم خط شفاف باشه و اون چیزی باشه که خونده میشه، باز هم مشکلات زیادی خواهد بود، از جمله مشکلات مربوط به گویش های مختلف؟ بله میشه، درسته. به این ترتیب معتقدید عوض کردن خط همه مشکلات رو حل نمیکنه؟ حل نمیکنه، نه دیگه. البته خب بعد وقت نظام های خطی مختلف، مثلا خط فارسی یه خط سیلابی که در واقع شما یه نشانه که می نویسید، یه الف هم نشانه اس هم ا هم او، در خطای وجود داره که اصلا هیچ نوع ارتباطی با آوا نداره، مثلا خط ایدئوگرامی چینی مثلا. و به هر حال فقط میگم اگر ما روی وجه کارکردی مطلق زبان توجه کنیم و تاکید بکنیم، بسیاری مسائل دیگر رو از یاد میبریم. اما خود این قضیه که تجربه من، خب تجربه آقای فلکی اینا، خب جالبه که مثلا زبان رو میخواهید آموزش بدید، با این خط آموزش ندید در مرحله اول، با خط کنونی، با خط لاتینی مثلا، یا با یه خط خیلی ساده شده، یه فونکسیونل خیلی کار کردی، زبان رو آموزش بدیم، بعدا میتونن بیان اون خطی رو، خط مشکل رایج رو یاد بگیرن. در واقع همین کارو میکنیم، در واقع ابتدا با این خط لاتین یاد میگیرن، بعد به تدریج این خط امروز به علاوه ولی حالا در سطح کاری که من میکنم، میگم من حالا این زبان رو ما میدونیم بالاخره دیگه. بله، اجازه بدید شما نیست. در خانم زکی پور سوال دیگه دارن؟ سوال خاصی ندارم، ولی هنوزم تاکید میکنم که فارسی باید بمونه و به حیات خودش ادامه بده و اهل خط فارسی، بله و این وظیفه آرزو به هر حال چیز خوبی است، ولی وظیفه اهل فن هست که مدام در حال تلاش برای نزدیک کردن بین خط و زبان باشن، چون زبان به شتاب به سرعت در حال تغییر هست، ولی زبان خط نه. مشکل به این خاطره
من میگم که من هم با اینکه خودم خیلی موافقه با اینم که بشه راحت تر نوشت فارسی رو، من همچنان اگر برای من یک تکست به پینگلیش بیاد یا یک ایمیل بیاد، میگم مگر خیلی عذر طرفی که میفرسته موجه باشه مثلا ندونه لغت خط فارسی رو، من جواب نمیدم. چون یعنی خود شما بل... که طرفدار این هستید که خط کنونی فارسی کنار گذاشته بشه با خطی که حروف لاتین داشته باشه، میگم نه مگه مثلا واقعا کسی باشه که خب بدون چرا برای اینکه بودن فینگلیش برای منم مشکله. بله دلیلش عادت... میگم خدمتتون، نه مسئله عادت نیست جناب فرکی، مسئله اینه که بسیار بی‌نظم نوشته میشه. من میگم ای کاش که یک سری مثلا یک مجموعه از روشنفکران ما، از زبانشناسان ما می‌نشستن و مثلا همینطور که شما نشستید برایش قانون گذاشتید، اینجا مثلا میخوام بنویسن آ با ای بزرگ مینویسن، بعضیا میخوان بنویسن آ دو تا ای میذارن، بعضیا میخوان حمزه که بذارن. بله و به همین دلیل زبانشناسی مثل آقای صفوی میگه این داره رایج میشه، ما بهش یه مقدار نظام بدیم. من همین رو میگم، منم که میگفتم حرف آخر میخواستم همین رو بگم که ای کاش. اشکال دیگه ای داره که اشکال یکی اشکال مهمی هم هست، همین حرف آقای نجفی اینجا درسته که ما این کلمه رو کلش رو میبینیم، مثلا گرفت رو من دیگه تجزیه نمی کنم که مثلا اینجا عشق کجاست فلان، ولی همین رو به فینگلیش که بنویسم، برای من که زبونم فارسیه من باید تک تک حروف رو بخونم و این کارو دشوار بکنم. این کارو دشوار بکنم. مثلا من این باز برمیگرده به عادت شما، یک کودکی رو در نظر بگیرید که از اول با زبان لاتین کودکی اومدیم بیرون ما مسئله ما نیست، یعنی به کودک ساندمان میگم من منظورم شما و من و ایشون که عادت کردیم نیست، من منظورم اینه که آینده است. بسیار خوب، برنامه این هفته همینجا تموم میشه. ممنون از اینکه پای این بحث نشستید و از مهمانهای برنامه محمود فلکی، داریوش آشوری، توبا زکیپور و محمد سفریان. آدرس برنامه را روی صفحه میتونید ببینید، به این آدرس برای ما ایمیل بفرستید. فیسبوک ما هم برقراره برای نظرها و پیشنهادهای شما. یکی از بیننده های برنامه به نام آقای عبداللهی در فیسبوک ما نوشته خط قرمزهای پرگار چیه؟ مثلا نپرداختن به سازمان مجاهدین خلق خط قرمز شما نیست؟ نپرداختن به انتقادهایی که در طول تاریخ بی بی سی به این رسانه وارد میشه خط قرمز شما نیست؟ آقای عبداللهی احتمالاً نمیدونن که ما با اعضا، با حتی هواداران سازمان مجاهدین خلق اگر خودشون بخوان صحبت میکنیم. برای همین برنامه پرگار من راجع به کارنامه سازمان مجاهدین خلق قصد داشتم برنامه‌ای ضبط کنم، از طرق مختلف پیغام دادم به اعضا یا کسانی که در شورای مقاومت زمانی میشه گفت هوادار یا همفکر سازمان مجاهدین خلق بودن بیان شرکت کنن، ولی هیچ کدوم حاضر نشدن در این برنامه شرکت کنن. در مورد انتقادهایی که در طول تاریخ بی بی سی به این رسانه وارد شده، ما یکی دو تا پرگار در مورد خود بی بی سی داشتیم. یک پرگار ضبط شد با جامعه شناسی که تحقیق رسانه‌ای کرده و همینجا نشست و کلی انتقاد به بی بی سی کرد و همجور به برنامه پرگار، و یک برنامه هم داشتیم در مورد اینکه چرا در پرگار مهمان‌های زن کمتر از مهمان‌های مرد هستند. هر چند میانگین شرکت زنان در برنامه پرگار پایین‌تر از برنامه‌های دیگه نیست، بیشتر هم هست، ولی در مورد این و انتقادهایی که به ما از این بابت میشه یک برنامه ضبط کردیم و خود من اونجا پاسخگو بودم تا مجری. امیدوارم این برنامه آقای عبداللهی رو راضی کنه. بسیار خوب، شب و روز بر همه شما خوش.